این قدیر است، برادر پیشرفته تر و جدید تر موشک نور که حالا می رود در خدمت بر و بچه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران باشد. قدیر با قاف یعنی قدرتمند، نسل جدید موشک‌های کروز سطح به سطح دریایی که آنچه خوبان همه دارند یک جا دارند. نقطه زن است، در زاویه بسیار پایین از سطح دریا پرواز می‌کند و در نابودی کامل هدف کوچکترین رحمی ندارد. بحث برد راداری اون هست، زاویه سرچ راداری اون هست که می‌تواند منطقه وسیع تری رو به سلام مورد کشف و پیگیری قرار بده. سر جنگی با قابلیت بالا، سیستم هدایت و کنترل بسیار متفاوت نسبت به خانواده های قبلی و به خصوص اینکه قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک. قدیر به روزترین کروزی است که توسط دانشمندان صنایع هوافضای وزارت دفاع طراحی شده و از هر سطحی قابل پرتاب است، از خشکی گرفته تا گرده ناوشکن‌های وطنی مثل جماران. باعث افتخاره که ما امروز عنوان میکنیم که ناوشکنمون بومی است، سامانه پرتابش بومی است، موشک هم بومی است، اژدر هم بومی است. عرض کنم که هر گونه سلاحی که الان روی یگان شناور ما چه سطحی و چه زیر سطحی وجود داره همه بومی است. این احساس خوبی با آدم دست میده که ما میتوانیم با اقتدار و قدرت از خودمون دفاع کنیم. این موشک هنوز به معرکه نیامده، نظر صاحب نظران متخصص غربی و شرقی را به خود جلب کرده. قدیر قدرتمند ضامن امنیت دوستان است و تنبیهی خشن برای متجاوزان. اون چیزی که برای ما همواره بوده است، هست و خواهد بود، قرار داشتن در موضع بازدارندگی مؤثر است. جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم طمعی به هیچ جغرافیا، هیچ مملکت و هیچ منبعی در محدوده منطقه خودش نداره، بلکه این رسالت تاریخی رو برای خودش قائله که ضمن تلاش برای حفظ و استقرار، ثبات و امنیت با عوامل نام کننده هم در هر کجایی که باشن، به خصوص اونجایی که نظام سلطه خودش رو در قالب اونها به عرصه میاره و اونها مقابله کنه. قابل توجه فرماندهی، برابر اطلاعات واصله از سیستم جنگوار هدف دشمن میباشد. هدف سمت 85 سبز واصله 25 مایل سرعت 12 گرفت. موشک شماره 1 اساین به هدف. موشک شماره 1 اساین به هدف آماده پرتاب. 5 4